سلام دوستان عزیز، خوشحالم از اینکه به تماشای این برنامه نشسته اید. باز یک بار دیگر افتخار این رو داشتم که در خدمت شما باشم و بتونم براتون یه نقاشی دیگه بکشم و اون چیزایی که راجع به نقاشی میدونم با شما در میون بذارم، شاید مفید واقع گردد. حالا زیاد وقت برنامه رو نگیرم، همینطوری که کار میکنیم توضیح خواهم داد. اینجا یه میزی رو من میخوام نشون بدم که روی این میز یک رومیزی داریم و یه مقداری گل اینجا من میخوام بکشم. الان فعلا من زمینه این رو یه رنگی بزنم بهش، زمینه رو، و لزومی هم نداره که این وقتی زمینه نقاشی میخواین، نقاشی باید مثل نقاشی باشه. شما در و پنجره نمیخواین رنگ کنین که این رنگا همش باید خیلی صاف و یه نواخت و یه دست زده بشه. نقاشی باید توش یک حرکتی داشته باشه از رنگ، یک ورایتی داشته باشه، یک تنوعی داشته باشه. زیاد شما درگیر این نباشید که رنگ ها رو حتما وقتی میزنید اینجا هی صافش کنی. بعضیا دیدم انقدر اینو میخوان صافش کنن و یه چیز همچین خیلی غیر نقاشی از آب در میاد. بنابراین اینو در نظر داشته باشید که برای رنگ کردن همیشه خیلی وسواس نداشته باشید و ترس و واهمه هم نداشته باشید که کارتون خراب خواهد شد اگر زیاد ور نرید. همونطور که ملاحظه میکنید قلمو من به جهات مختلف میزنم، برای اینکه وقتی نور میتابه به این، اگر همش از یه جهت باشه صاف و یه دست دیده میشه، ولی وقتی جهات رو تغییر میدی روی این برجستگی های ریزی که روی این بوم هستش، اون انعکاس رنگ ها و نور این رو به صورت یک بافتی نشون میده، یک تکسچری به اصطلاح نشون میده. بنابراین میبینید که همش من جهت قلمم رو عوض میکنم و اینم بازی یکی از اون چیزایی که نقاشی باید دونست. فکر میکنم که برای زمینه فعلا من اینو همینطوری میذارم. باز اگر فرصتی بودش بعدا میتونم بیام روش کار بکنم. فعلا در حال حاضر همین برام بسه. حالا با همین قلمی که دارم یه مقدار کمی از این رنگش رو میگیرم، با نفت شسته میشه به روی کاغذ، روی دستمال، و باز یه مقدار تمیزش میکنم. یه مقدار سفید برمیدارم اینجا. قلم همون قلمی بود که هستش. میخوام همون رنگی که در پشت در زمینه هستش روی این چلوار سفیدی که روی این میز کشیده شده داشته باشم. چرا؟ برای اینکه رنگ ها در همسایگی هم از هم اثر میگیرن و این چون سفیده قدر مسلمش اینه که رنگی که در اطرافش هست بهش اثر میذاره. بنابراین من این رومیزی رو که میخوام درست بکنم اینجا رنگ اصلی که روی قلمم بود همون رو ازش استفاده کردم، با سفید قاطی کردم و این رومیزی رو گذاشتم. حالا این میره یه خود توی سایه، چون اینورتر میاد پایینتر میاد، یه مقداری کمی این رنگ رو ازش استفاده میکنم، باز پر رنگترش میکنم، برای اینکه از اون یه مایه پر رنگتر باشه اون رنگ. من فکر میکنم که این رومیزی یه مقداری به این حالت در بیاد بهتر باشه و اینجا رو یه مقداری دست بزنم و ضمناً این قسمت رو اگه من یه کمی محوش بکنم که خط دیده نشه خیلی طبیعی تره، میره در پرسپکتیو. حالا باز با همون رنگایی که من اینجا داشتم بدون اینکه تغییری بدم یه 4 تا 5 تا چروک ریز روی این رومیزی میندازم. ببینید برای چروک انداختن به رومیزی خیلی ساده، با همون تیغه قلم رو میندازم
بعد وقتی اینا رو گذاشتم اینجا چروکای این رومیزی مقداری بعضی جاهاش چیز شده نشون داده میشه، خیلی ساده خیلی راحت. حالا میام چون این قسمت رو میخوام یه خود کوچیکتر روش کار بکنم، دیگه به این بزرگی نیست، قلم بزرگ نمیخوام، یه قلم کوچیکتر برمیدارم، میام اینجا میخوام یه چند تا گل درست بکنم. اول یه رنگ تیره برای اینجاهای این گل میذارم، اینا وسط گل تقریبا، بعد قلم رو تمیزش میکنم میرم توی رنگ دیگه، یه رنگ سبز و آبی تیره میگیرم، میام دورور اینجاها، اینجاهایی که باید تاریک بشه یه مقدار رنگ تاریک میذارم. میبینید خیلی ساده، من کاری نمیکنم که، من رنگ رو میگیرم اینجوری، فقط با قلم لمس میکنم اینجاها رو رنگ میذارم. کار همچین مشکلی نیست واقعا، فکر نمیکنم که اینی که میگن فلانی استعداد داره، خدادادی استعداد داره، همه خدادادی استعداد دارن، همه استعداد دارن، همه میتونن این کارا رو بکنن، کار مشکلی نیست. برای کشیدن برگ این قلمو میذارم اینجا، فشار میدم، اینو میکشمش به این صورت، میارمش نوکشو یواشی بلش میکنم، میام اینجا یکی دیگه مثل اون درست میکنم، میام بالا نوکشو بل میکنم، آزاد میکنم. خیلی ساده، یکم میندازم اینجا. باز وقتی اینا رو دارین درست میکنیم باید یه خود توجه بکنیم، از نظر پرسپکتیو نگاه کنیم که درست باشه، چیز قشنگی از آب در بیاد. یه مقداری هم رنگای تندتر باز به کار میبرم، میتونید که برگ رو ببرید بالا و بشکنید، بیارید پایین، نوک قلم رو به این صورت فشارش رو کم کنید و برگی در بیاد بالا و میاد پایین. یه برگم اینجا بذارم نصف هاش در اومده باشه. حالا بیام اینجا یه مقداری برای این گلی که اینجا داریم یک کاس برگی بذاریم، یک کاس برگی دیگه هم اینجا بذارم، یکی هم اینجا بذارم، بعد این لبه های کاس برگی های طرف دیگه است. میبینید من نمیام بشینم اینجا یک ذره این رو بکشم و ریزه کاری بکنم، همینطوری با قلم اجازه میدم به قلم آزاد باشه، خودش برای من کار بکنه، اجازه میدم به قلم خودش برام کار بکنه. توجه میکنین؟ یک گل دیگه اینجا بکشیم، بیاییم پایین، یک کاس برگم اینجا بزنم، بعد اینجا رو روشن‌تر میزنم، قسمتی باشه که قسمت روشن گله، اینم کاس برگای پشت اون قسمت. ملاحظه میکنید که خیلی کار آسونی واقعا، نقاشی کردن و ساختن موزیک و مجسمه، شعر گفتن، نویسندگی
تمام اینها فقط احتیاج به کار داره، تمرین داره تا ما به مرحله‌ای برسیم که خیلی راحت بتونیم شعر بگیم یا راحت بتونیم بنویسیم. نقاشی هم یکی از هنرهایی که فقط تمرین میخواد. من اعتقاد به این دارم که همه هنرمند هستن، همه هنرمندن. یه قنچه کوچولو هم اینجا بذارم، میبینید قلم رو میذارم بر میدارم میشه یه قنچه خودش. اصلا این واقعا کار مشکلی نیست. ببینید حالا یه مقداری از این سبز میزنم به این تای قنچه، یه مقداری از این سبز میزنم تای این قنچه، مقداری تای این قنچه، بعدم حالا میام این رو همینجا ولش میکنم، میام باز دوباره سر یه قسمت دیگه، میام این گلدون رو درست کنیم. این گلدونی که اینجا قرار گرفته به این صورت، گلدون رو میکشم من، یه بشقابی چیزی هم این زیر میذارم من. زیر این گلدون این بشقاب رو میذاریم. میبینید با تیغه قلم دارم کار میکنم اینا رو. اینم سایه این در بشقاب. دیشو بگیریم. یه قلم نازکی هست برای کارهای ظریف و ریزه‌کاری، اینجا به شما نشون میدم. این قلم ریز رو خیلی نازک، موهای بلند داره. اینو میکنمش تو نفت در میارم و رنگ رو شل میکنم. وقتی رنگ شل باشه میتونیم خطای خیلی نازکی بکشیم به این صورت. زیاد مهم نیست که خودتون رو درگیر این بکنید که حتما باید این خط صاف باشه، دقیق باشه، ریز باشه. هیچ مهم نیست. اول اون چیزی رو که در مرحله اول میتونین بگیرید و بکنین این کارو. وقتی به این صورت در اومد یواش یواش اینو میتونین تکمیلش کنین. یواش یواش میتونین بیاین روی ریزه‌کاری ها. بعد میتونین یواش یواش مثلا فرض بکنید برای اینکه لب این کاسبرگ نشون بدیم ما بیاین مثلا یه رنگ روشن‌تری بگیریم و بیاییم به این صورت این لب کاسبرگ رو نشون بدیم با یه چیزی. اینا چیز مراحل بعدیه که شما میتونید این کارها رو بکنید. فعلا کل قضیه رو در نظر میگیریم ما. این الان یه چیزی به ما نشون میده که چند تا گل توی یه گلدون روی یه میزه. همین فقط به قول خارجی ها این اکسپرشنی که ما داریم، یه برداشت فوری، این رو من خواستم فقط به شما نشون داده باشم. در صورت من فکر میکنم که زیاد روی این من کار نکنم، همینقدر که کار کردم خوبه، بسته برای این مدت کوتاه. و به امید دیدار. متشکرم از اینکه به این برنامه توجه کردید. خداحافظ شما.